بسم الله الرحمن الرحیم، به لکچر سوم میکروبیولوژی خوش آمدین. در لکچر قبلی ما سر ساختمان باکتریا بحث کردیم و در اوجا گفتیم او ساختمان هایی که خارج از دیوال حجروی قرار داشت، مثلا گلایکوکالکس و کپسول و فیمبریا و پیلای، سر از این ساختمان های باکتریا بحث کرده بودیم و در این لکچری که میخواییم باز هم سر ساختمان های باکتریا سر دیوال حجروی باکتریا بحث بکنیم که همین دیوال حجروی باکتریا از چی ساخته شده، چی اهمیت داره و سر از این موضوعات بحث میکنیم. دیوال حجروی حجرات پروکاریوتیک یا دیوال حجروی باکتریا شما در اینی شکل میبینید که اینی ساختمان باکتریا، اینی غشای باکتریا به نام پلازما ممبران یاد میکنه که داخل از این باز داخل تر از این باز همون سایتوپلازم باکتریا است و خارج از پلازما ممبران چی است؟ سل وال قرار داره و این هم کپسول و خارج تر از سل وال یا دیوال حجروی کپسول وجود داره. خب حالا بیایید که معرفی بکنیم که امی دیوال حجروی باکتریا از کدام مواد ساخته شده است. میگیم که دیوال حجروی باکتریا ساخته شده است از پپتاید و گلایکان میباشه. این پپتاید و گلایکان باز از چی ساخته شده است؟ یکی اینی دای سکراید ساخته شده و از پولی پپتاید ساخته شده. خب دای سکراید ها باز از مونو سکراید های ساخته شده. این مونو سکراید های عبارت است نیم و نکی ها، این اسیتال گلوکوزامین و این اسیتال میرامیک اسید، از اینی ها ساخته شده است. در این شکل شما ببینید که قسمت باکتریا را که شما ببینید عبارت از پلازما ممبران است و خارجتر از پلازما ممبران چی است؟ سل وال یا دیوال حجروی باکتریا وجود داره. در اینجا ما برای شما با دیوال حجروی باکتریا نشان دادیم. اینی که شما میبینید که این قسمت پپتاید گلایکان که عبارت است، اینی قسمت گلایکان است که ساخته شده است، دای سکراید است که بازی دای سکراید ها از مونو سکراید ها، اینی مونو سکراید کدام است؟ یکی نیم و نک ساخته شده است. دیگه ببینید نیم و نک و این سکراید ها باز توسط چی؟ توسط پپتاید ها با هم شده در ارتباط بوده که مجموعا اینی ساختمان باز با نام چی یاد میکنه؟ پپتاید و گلایکان یاد میکنه. و دیگه ای که موضوع دیگه ای که تنها ما اینی پپتاید و گلایکان در اینجا به شما نشان دادیم، یعنی این در این قسمت ها هم اینی ساختمان داره، یعنی مکمل همی چهار اطراف باکتری ها مکمل از چی ساخته شده است؟ پپتاید و گلایکان ساخته شده است. و دیگه ای که اینجا یک طبقه پپتاید و گلایکان به شما نشان دادیم، ولی دیوال حجرایی از چند طبقه به همی قسمی از پپتاید و گلایکان شده ساخته شده است. ساختمان دیوال حجروی باکتری های گرام مثبت. این باکتری های گرام مثبت از چی ساخته شده است؟ یکی از امو دیوال حجروی شان از پپتاید و گلایکان ساخته شده و دیگه هم از تریگلیسیرید اسید ساخته شده. اینی شکل شما میبینید دوستان عزیز، این امو گلایکان است و این هم گلایکان است و توسط چی؟ پپتاید ها که با امی گلایکان در ارتباط است و هم یک دیگه هم کراس بریج بین از پپتاید ها صورت میگیره. و دیگه حجرات گرام مثبت، باکتری های گرام مثبت، اینی تیکویک اسید ها وجود داره که تیکویک اسید ها دنو است، یکی لپو تیکویک اسید است و وال تیکویک اسید. لپو تیکویک اسید ها از تمام طبقات پپتاید گلایکان عبور میکنه تا به پلازما ممبران میرسه و وال تیکویک اسید باز در مو طبقات پپتاید گلایکان باقی میمونه، یعنی تا به پلازما ممبران نمیرسه. خب دکتر صاحب عزیز، اهمیت از این تیکویک اسید ها چی است؟ این تیکویک اسید ها دارای چارج منفی است و چارج منفی آین های مثبت چی میکنه؟ با خود جذب میکنه و به همین قسمی اینها همین تیکویک اسید ها هم مگنیزیم جذب میکنه داخل باکتری ها میکنه و دیگه ای که خواص انتی جنیک داره. خب یک دو اصطلاحی که انتیجن و انتی بادی سر از این بحث بکنیم که انتیجن چی است و انتی بادی چی است. انتی بادی ها یا امینو گلوبولین عبارت است از پروتئین هایی است که در داخل بدن وجود انسان میباشه و این انتیبادی ها توسط پلازما سل تولید میشه و در مقابل چی تولید میشه؟ در مقابل انتیجن تولید میشه. خب انتیجن چی است؟ همه میگیم که هر آن چیزی که باعث تولید انتیبادی شود به نام انتیجن یاد میکنه. این انتیجن چی شده میتونه؟ دوست عزیز، مثلا یک نفری که حساسیت با گلان پولند داشته باشه یا مثلا گرد و خاک و دیگه مثلا خود قسمت های بدن انسان یا مثلا دیگه دواها، اینا کلش انتیجن شده میتونه. عامل اصلی سپتیک شاک
در حجرات در باکتری های گرام مثبت چی هستند؟ همین تیوکلیک اسید هاست. و عامل اصلی سپتیک شاک در گرام منفی که است اندوتوکسین یا لایپوپولیساکارایدش می باشد که باز بعدا سر ازی بحث میکنیم. خب موضوع دیگه اهمیت دیوال حجروی. ما دیوال حجروی را شناختیم که از پپتاید گلیکان ساخته شده بود که باز این پپتاید گلیکان از پولی پپتاید و دیساکاراید ساخته شده بود. خب حالا اینی چی اهمیت داره و یکی که باعث تقویه شدن حجره میشه و دیگه که در ساخت شکل امی باکتری ها رول داره. امی باکتری هایی که اقسام مختلف به وجود میاره، اشکال مختلف که به وجود میاره، اینی اشکال باکتری ها همیشه از برکت امی دیوال حجروی شون است و دیگه که از ربچر باکتری ها جلوگیری میکنه. امی دیوال حجروی نمیگذاره که آب داخل باکتری ها شوه و باکتری ها چی بکنن؟ ربچر بکنن. و دیگه که دکتر سبزی منشای فلاجیل از دیوال حجروی است که سر فلاجیل در کشور قبلی بحث کردیم. و دیگه در تولید مرض رول داره. در تولید مرض چطور رول داره؟ که امی قسمت های دیوال حجروی با قسمت های انتیجنیکش داره، یعنی امین دمی قسمت های دیوال حجروی بخش های انتیجنیک هست که باعث تولید مرض میشه. خب موضوعی که بسیار مهم ای که ساحه انتیبیوتیک ها امی دیوال حجروی باکتری ها میباشه. ما که انتیبیوتیک هایی که میتیم از جور شدن دیوال حجروی باکتری ها جلوگیری میکنه، به این ترتیب باز باکتری ها از بین میره. از جمله ما دیگه چند مثال شب به شما ذکر کردیم که دکتر بعضی پنسلین یا هم تمام خاندان که بیتا لاکتوم داره، حلقه بیتا لاکتوم داره، مثلا پنسلین، سفالوسپرین ها، از جمله سفالوسپرین ها مثلا در جنریشن که سوم که وجود داره سفتراکسون است. تاثیرات پنسلین و سفتراکسون با هم چی هستن؟ یک قسم است. تاثیر مکانیزمش یک قسم است. خب این پنسلین چی کار میکنن؟ در سبب از زمانی که یک حجره دختری بخواه چی بکنه؟ آل امی دیوال حجروی خود بسازه. وقتی که یک حجره مادری بعد حجره دختری به تبدیل گردید، حجره دختری آل بخواه دیوال حجروی خود بسازه، بخاطر جور شدن اینی بین اینی دو و پپتاید یک کراس بریج ضرورت است. و به خاطر از اینی که اینی کراس بریج صورت بگیره، ای کراس بریج توسط کدام انزایم صورت میگیره؟ ای کراس بریج توسط انزایم ترانسپپتایدیز چی میگیره؟ صورت میگیره. خب ما که پنسلین میتیم، ای پنسلین چی کار میکنه؟ پنسلین میا اینی انزایم ترانسپپتایدیز نهی میکنه. زمانی که اینی انزایم ترانسپپتایدیز نهی گردید، پس اینی بین دو پپتاید اینی کراس بریج صورت نمیگیره. این کراس بریج که صورت نگرفت، در دیوال حجروی باکتری ها دیفکت پیدا میشه و به این ترتیب آب داخل حجره باکتری ها میگرده. در داخل باکتری ها که آب کردید، این باکتری ها میپونده، بالاخره ربچر میکنه و به این ترتیب باکتری ها از بین میره. موضوع دیگه ای که بین اینی دو ساکراید ها چی هستن؟ هم ارتباط وجود دارن که اینی ارتباط از اینها توسط لزوم ها از بین میره و این لزوم به می ترتیب باز هم آب داخل باکتری ها میشه و باکتری ها از بین میبره. مثلا ما همه روزه با باکتری ها روبرو میشیم. خب مثلا در قسمت های چشم ما، مثلا در قسمت های بینی، با قسمت هایی است که با باکتری ها همیشه روبرو هستیم. پس در افرازات مثلا چشم و دیگر افرازاتی هستن لازم وجود داره که همین لازم باز دیوال حجروی باکتری ها را چی میکنه؟ از بین میبره. و تاثیرات وینکومایسین لازم هم با هم چی هستن؟ مشابه هستن. سایکلوسرین یک دوای دیگه است. این سایکلوسرین چی میکنه؟ اینی پپتاید هایی که زمانی که داخل از این حجره ساخته میشه، بعد از داخل سر دیوال حجروی باکتری ها میه، اینی پپتاید ها را نمیگذاره که چی شوه؟ ساخته شده. و این پپتاید هایی که ساخته نشد باز هم در دیوال حجروی هم دیفکت پیدا میشه و آب داخل باکتری ها میشه و بالاخره به این طریق باکتری ها از بین میره. پس چی مهمش؟ اهمیت مهم دیوال حجروی هم امو ساحه تاثیر انتیبیوتیک ها بود که در بخش فارماکولوژی باز خیلی مهم است. دیوال حجروی باکتری های گرام منفی. سر گرام مثبت ما بحث کردیم، گفتیم که در دیوال حجرویش چی بود؟ پپتاید گلیکان بود و دیگه هم تریکلیک اسید داشتن. خب در سبازی در حجرات باکتری های گرام منفی بر علاوه از اینکه امو
دیوال حجروی وجود داره، یک طبقه دیگه خارجتر از دیوال حجروی وجود داره که این طبقه را به نام چی یاد می طبقه را به نام اوتر لایر یاد میکنه یا اوتر ممبران یاد میکنه، و در ترکیب این طبقه چی وجود داره؟ لایف پلیسکراید وجود داره. و این لایف پلیسکراید واسه چی ساخته شده است؟ و از لیپید ای و پلیسکراید ها ساخته شده است که اینی لیپید و پلیسکراید باز بدن واسه یکی اوتر پلیسکراید است و دیگه هم کور پلیسکراید می باشه. و اوتر پلیسکرایدش قسمت انتیجنیکش است که در مقابل از چی میشه؟ انتیبادی ها تولید میشه. و موضوع دیگه ای که لایپو پلیسکراید باز به نام اندوتاکسین هم یاد میکنه، به نام چی؟ به نام اندوتاکسین. در این شکل شما ببینید باز هم این طبقه چی است؟ پلازما ممبران است. این طبقه پلازما ممبران است. باز بعد از پلازما ممبران غشای حجروی یا دیوال حجروی می باشه، دیوال حجروی یا سلوار قرار داره و اینی هم طبقه خارجی یا اوتر لایر می باشه که در این اوتر لایر چی هستن؟ چی تر در ترکیب از اوتر لایر چی هست؟ فاسفولیپید هاست و دیگه هم لایپوپولیسکراید، اینی لایپوپولیسکراید وجود داره. و این لایپوپولیسکراید دکتر صاحب عزیز، لایپوپولیسکراید یا اندوتوکسین یکی از ساخته شده از لیپید ایست و دیگه هم از پولیسکراید که بازی پولیسکراید دو قسم است، یکی اوتر پولیسکراید است و یکی هم کور پولیسکراید که کور پولیسکراید با لیپید ای در ارتباط می باشه. و این لیپید ای باز خون ساخته شده است، یکی از مرستیک اسید است و دیگه هم دای سکراید و دای فاسفید ساخته شده است. و دیگه موضوع دیگه مهمی که اینی اوتر پولیسکراید قسمت های انتیجنیکش است، انتیجنیک چی می باشه؟ باکتری های گرام منفی می باشه. و این لیپید های بخش توکسیک باکتری های گرام منفی می باشه. و دیگه ای که موضوع دیگه که بین پلازما ممبران و اینی اوتر لایر، بین اوتر لایر و پلازما ممبران اینی فاصله که شما می بینید، اینی فاصله را باز به نام چی یاد میکنه؟ پیری پلازمیک سپیس یاد میشه. خب وظایف غشای خارجی یا امی اوتر لایر چی وظایف داره؟ یکی از وظایف از این که این دارای چارج منفی می باشه و چارج منفی فاگوسایت ها هم دارای چارج منفی است و همین چارج منفی یک دیگر خود را برام چی میکنن؟ دفع میکنن. وقتی که دفع کرد این باکتری های گرام منفی از حجرات فاگوسایتیک چی میمونه؟ در امان میمونه، یعنی فاگوسایتوز صورت نمیره. دیگه ای که یک مانع در مقابل پنسولین و لایزوم هاست، به خاطر که پنسولین و لایزوم ها خود را با دیوال حجروی برسانه، پس از اینی یک مانعی که وجود داره، از اینی مانعی باید شو بگذره. و دیگه که مقام در مقابل دیترجنت، نمک های صفراوی و بعضی از رنگ ها می باشه. در سبه عزیز اهمیت پیری پلازمیک سپیس در چی هستن؟ یکی که پیری پلازمیک سپیس دارای در داخل از این انزایم های بیتا لکتامیز و امینو گلیکوسات فسفرولیز می باشه. در اینی قسمت اینی انزایم ها وجود داره و این انزایم ها، انزایم های بیتا لاکتامیز و امینوگلیکوسات فسفورولیز چی میکنن؟ تاثیرات آنتی بیوتیک های امینوگلیکوسات و تاثیرات آنتی بیوتیک های بیتا لاکتام مثلا پنسیلین یا سفالوسپرین، اینی تاثیرات از اینی ای را از بین میبرن، یعنی اینی انزایم ها که هستن تاثیرات آنتی بیوتیک ها را از بین میبرن. این اهمیت چی است؟ پری پلازمیک سپیس است. خب در این قسمت اگر دیگه هم بحث بکنیم رخصب عزیز، اینی سلوال حجرا باکتری های گرام مثبت که است زخیم تر است و از گرام منفی که است نازک تر است. خب اگر سوال شود که مثلا پنسلین یا خاندان امینوگلیکوساد یا مثلا سفتاکسون ها بالای باکتری های گرام مثبت خوب تاثیر داره یا بالای گرام منفی خوب تاثیر داره؟ جواب ما یکی است که بالای گرام مثبت خوب تاثیر داره، یعنی گرام مثبت خوب از بین برده میتونه و بالای گرام منفی خوب تاثیر نداره. چرا بالای گرام منفی خوب تاثیر نداره؟ چرا که گرام منفی در این قسمت پریپلازمیک سپیس داره و در این پریپلازمیک سپیس اینی انزایم ها وجود داره، انزایم های بیتا لاکتامیز و امینوگلیکوسات فسفوریز که تاثیرات دواها را چی میکنه؟ از بین میبره. دیگه موضوع دیگه گرام تلوین است. خب تلوین چی است؟ دوستای عزیز تلوین به معنی یه رنگ آمیزی، به خاطر از اینکه ما بتانیم خوب با این باکتری ها و جراثیم ببینیم ما رنگ آمیزی میکنیم.
خب و در این قسمت اینی طریقه تلوین نشان داده شده که چه قسمی تلوین میکنیم با فرق بین باکتری های گرام مثبت و گرام منفی از لحاظ تلوین چطور میکنیم. خب در این شکل نامده، اولی که قبل از اینکه ما ایرا تلوین بکنیم، اول این بالای سلاید همو باکتری های ما را چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. بعد از اینکه سر سلاید باکتری های اضافه کردید، باز هد فیکسیشن میکنیم، یعنی این را حرارت میدیم. بعد از او حرارت که هد فیکسیشن شد، سر از او کریستال والیت اضافه میکنیم. وقتی کریستال والیت اضافه کردیم، شما که میبینید تمام باکتری ها به شکل چی هستند؟ اگر او باکتری گرام مثبت باشه یا گرام منفی، به شکل آلش، به شکل بلو دمشان، با نام پرپل یا به شکل بلو دمشان. بعد از او در مرحله دیگه سرش آیودین اضافه میکنیم. وقتی که آیودین اضافه کردیم، باز هم تمامش چی هست؟ پرپل. بعد از این در مرحله دیگه الکل سر اضافه میکنیم، و ای که الکل اضافه کردیم، گرام مثبت او باکتری هایی که گرام مثبت بود، نه باکتری های گرام مثبت امو خاصیت کریستال والیت امو رنگ بلو را به خود حفظ میکنه، و ای گرام باکتری های گرام منفی را چی میکنه؟ از دست میده. و دیگه هم در مرحله دیگه باز ایره که باز سرش شستیم، دیگه باز سرش سفرانین اضافه میکنیم. سفرانین که اضافه کردید، اکسابه از این او باکتری هایی که گرام مثبت است، باز هم رنگ بلو را به خود حفظ میکنه، و او باکتری هایی که گرام منفی است رنگ چی را میگیره؟ سرخه به خود میگیره. پس یکی از فرقهای گرام مثبت و گرام منفی از لحاظ تلوینی شد که باکتری های گرام مثبت به شکل پرپل و گرام منفی به شکل ریت دیده میشد. خب دیگه فرق بین باکتری های گرام مثبت و گرام منفی که اینی دو مفهومه که زیاد استعمال میشه، باکتری های گرام مثبت و گرام منفی. پس بعد فرق از یارا باید بفهمیم. یکی فرق از لحاظ ساختمان که در لکچر های در این لکچر قبلا بر شما به معرفی شد، خب ولی باز هم در این چارت بر فرقاش ذکر میکنیم. یکی از لحاظ گرام تلوین ای بود که شما پیشتر دیدین که گرام مثبت به شکل آبی دمشه و گرام منفی به شکل سرخ دمشه. از لحاظ ساختمان هیچی فرق داره. یکی پپتیدوگلیکان یا دیوال حجروی باکتری اردویش پپتیدوگلیکان داره، هم گرام مثبت هم گرام منفی، ولی فرقی که در گرام مثبت ضخیم تر است و در گرام منفی نازک است. و دیگه اندوتوکسین یا لیپوپولی ساکراید. خب اینی اندوتوکسین در گرام مثبت نبود، در گرام منفی است، چون باکتری های گرام مثبت اوتر لایر نداره و گرام منفی داره. دیگه ای که پری پلازمیک سپیس در حجرات گرام مثبت نداره و گرام منفی داره. اوتر ممبران در گرام منفی وجود نداره و در گرام میباشین در گرام مثبت اوتر لایر نیست و در گرام منفی است. و مقاومت در مقابل عوامل فیزیکی در گرام منفی، این مقاومت زیاد است و در گرام می باشه در گرام مثبت زیاد است و در گرام منفی کم است. چرا؟ در گرام مثبت مقاومت در مقابل عامل فیزیکی زیاد است، به خاطر از اینکه این طبقاتش یعنی پپتاید گلیکان زیاد داره و گرام منفی پپتاید گلیکان کم داره. و دیگه حساسیت توسط لزوم ها در گرام مثبت این حساسیت چی هستن؟ زیاد است و در گرام منفی کم است. و دیگه ای که دیگه بخاطر که دیگه هم تیکیک اسید ها، تیکیک اسید در گرام مثبت است و در گرام منفی ای تیکیک اسید وجود نداره. دیگه هم اساسیت در مقابل پنسلین و سلفانامید ها، رسوه عزیز در گرام مثبت اینی حساسیت ها چی هستن؟ زیاد است و در گرام منفی کم است. در گرام منفی چرا کم است و در گرام مثبت چرا یه حساسیت زیاد است؟ چرا انسولین سر گرام مثبت خوب تاثیر میکنه، سر گرام منفی نمیکنه؟ علتش هم پری پلازمیک سپیس بود که اینی باکتری های گرام منفی پری پلازمیک سپیس داشت و دو انزیم هایی که بتا لاکتامیز بود اینی تاثیرات پنسلین ها را از بین میبرد. و دیگه حساسیت در مقابل استرپتومایسین، کلورامفینیکون، این تتراسیکلین. خب این حساسیت در گرام مثبت چی هستن؟ کم است و در گرام میباشین در گرام مثبت کم است، در گرام منفی زیاد است. یعنی این دواها استرپتومایسین، کلورامفینیکون، تتراسیکلین سر گرام منفی خوب تاثیر دارن نسبت به گرام مثبت.
سر گرام منفی خوب تاثیر داره، نسبت به گرام مثبت.